سلام دوستان، امروز یک مقاله ای رو داشتم میخوندم و دوست داشتم اطلاعات این مقاله رو با شما هم به اشتراک بذارم. و اما موضوع مقاله امروز میپردازه به تحقیقاتی که در اون دانشمندها نشون دادن که ما میتونیم از طریق شلیک لیزر به آسمان رعد و برق ها رو یک جورایی هدایت کنیم. و اما بپردازیم به متن اصلی خود مقاله. و اما مقاله در ابتدا میاد این رو بیان میکنه که مطالعات جدید نشون داده که ما میتونیم از لیزرهایی که خیلی قدرتمند هستن استفاده کنیم به عنوان صاعقه گیر. خب این لیزرها میتونن از اون سازه‌هایی که ما در اختیار داریم در مقابل رعد و برق یک جورایی محافظت کنن و روش کارشون هم این هست که مسیر رعد و برق رو میان منحرف میکنن و یک جورایی اون رو هدایت میکنن. و اما تا به امروز رایج‌ترین و موثرترین شکلی که ما میتونستیم از سازه‌هامون در مقابل صاعقه‌ها یک جورایی محافظت کنیم، استفاده از همون صاعقه گیرهایی هست که توسط بنجامین فرانکلین در سال 1752 اختراع شده. خب روش کار این صاعقه گیرها هم اینجوری هست که از یک میله رسانه الکتریکی و نوکتیز استفاده شده واسه این که بتونه اون جریان الکتریکی که در صاعقه ها وجود داره رو به طور ایمن به زمین منتقل کنه. و اما اشکال کلیدی این صاعقه گیرها هم این هست که شعاع ناحیه‌ای که دارن ازش محافظت میکنن خیلی کم هست و از طرفی یک سری محدودیت ها هم ما داریم در طراحی این صاعقه گیرها. ما نمیتونیم ارتفاع این صاعقه گیرها رو خیلی افزایش بدیم. خب این به این معنی هست که این صاعقه گیرها نمیتونن منطقه خیلی بزرگی از سازه ما رو کاور کنن. خب در زیر ساختای خیلی حساس مثل فرودگاه ها، سکوهای پرتاب موشک ها، نیروگاه های هسته این صاعقه گیرها آنچنان کاربردی پس دیگه ندارن. و اما تقریبا 50 سال پیش دانشمندها پیشنهاد کردند که ما بیاییم از لیزرها استفاده کنیم به جای صاعقه گیرهای معمولی. خب ایده به این شکل بود که لیزرها تقریبا همون کار میله های فلزی رو انجام میدن، با این تفاوت که دیگه ما اون محدودیتی که در ارتفاع صاعقه گیرهای معمولی داشتیم در مورد لیزرها دیگه نداریم. و اما در سال 2021 محقق های آزمایش ما تصمیم گرفتند که در بالای کوهی به ارتفاع 2500 متر که بلندترین کوه است در شمال شرق سوئیس لیزر رو برپا کنن که به صورت اتوماتیک زمانی که طوفان میشه اون لیزر فعال میشه. خب زمانی که این لیزر هم فعال میشه به خاطر رعایت نکات ایمنی ترافیک هوایی که در اون منطقه وجود داره بسته میشه. پس در نتیجه هیچ هواپیمایی نمیتونه در اون منطقه پرواز کنه. و اما این دستگاه لیزر ما از چه سازه‌ای داره محافظت میکنه؟ خب این لیزر از یک برج فرستنده مخابراتی به ارتفاع 124 متر داره محافظت میکنه که طبق گزارش ها تقریبا در سال 100 بار مورد اصابت صاعقه قرار میگیره. و اما اگر بخوایم در اینجا یک سری توضیحات هم در مورد قدرت این لیزر مقاله ما بدیم، بعد این رو بیان کنیم که این لیزر مادون قرمز مقاله ما اندازه حدوداً به اندازه یک ماشین بزرگ رو داره و توانایی این رو داره که پالس هایی رو به هوا پرتاب کنه که تقریباً نیم جول انرژی یک پیکو ثانیه و در هر ثانیه هم 1000 بار از این پالس ها رو به هوا منتقل میکنه و توانی حدوداً 1 تراوات رو داره. البته محقق های مقاله ما واسه این که تشخیص بدن این پالس ها در کدوم مسیر داره حرکت میکنه یک پرتوی سبز رنگ نور مرئی رو هم به هوا شلیک کردن که ما بتونیم در عکس برداری ها مسیر پالس ها رو تشخیص بدیم. و اما اگر بخوایم یک سری نکات هم در مورد شرایط آب و هوایی که در اون کوهستان برقرار هست بگیم، بعد بگیم که این کوهستان به شدت بادخیز است، به طوری که شما میتونید بادهای با سرعت 200 کیلومتر بر ساعت رو تجربه کنید، البته همراه با باران شدید، تگرگ و تفاوت دمایی خیلی زیاد. و اما در اینجای مقاله بیایم بپردازیم به این که لیزر با چه روشی میتونه صاعقه رو در هوا هدایت کنه. خب پالس های لیزر ذریب شکست هوا رو تغییر میدن و این باعث میشه که سرعت حرکت نور تغییر کنه که در نتیجه باعث میشه که هوا مثل یک لنز یا یک عدسی کار کنه و این اتفاق هم باعث میشه که به سرعت مولکول های هوا یونیزه و گرم بشن که در نتیجه ما یک کانال هوایی داریم که چگالی بسیار پایینی داره. از اون طرف
هم رسانایی الکتریکی خیلی بالایی داره. خب این همون دلیلی هست که ما میتونیم از لیزرها به عنوان صاعقه‌گیر استفاده کنیم، با این تفاوت که دیگه ما محدودیت ارتفاع رو هم نداریم. و اما اگر بخوایم نتایج این آزمایش رو هم بگیم، باید بگیم که این لیزر در طول اون طوفان 6 ساعت تقریبا داشته کار میکرده و طبق گزارش ها 16 رعد و برق به اون برج رادیویی اصابت کرده بوده که تقریبا 4 تا از این رعد و برق ها حین کار لیزر اصابت کرده بوده و در یکی از اون رعد و برق ها که توسط دوربین ها عکس برداری شده بوده، ما میتونیم مشاهده کنیم که تقریبا رعد و برق 60 متر از مسیر لیزر رو دنبال کرده. و اما در اینجای مقاله ما بیایم به این مسئله بپردازیم که چرا با وجود اینکه این تئوری از خیلی سالهای پیش وجود داشته، اما ما نمیتونیم هیچ نتایج و هیچ آزمایش موفقیت آمیزی رو که مربوط بشه به این تئوری ببینیم. خب یکی از دلایلی که محققهای مقاله ما بیان میکنن واسه اینکه این آزمایش موفقیت آمیز بوده تا حدودی این هست که محققهای مقاله ما تمام تلاششون رو کردن که توان و قدرت لیزر رو افزایش بدن. خب این کاری هست که در مقالات و آزمایش‌های قبلی اتفاق نیفتاده بوده تا این حد. و اما در انتها محقق مقاله ما به این نکته مهم اشاره میکنه که ما از طریق لیزرها قصد این رو نداریم که آب و هوا رو تغییر بدیم. ما فقط داریم مسیر حرکت رعد و برق‌ها رو به واسطه لیزرها منحرف میکنیم. این فقط واسه محافظت از اون سازه‌هایی هست که ما در اختیار داریم. پس هیچ گونه دخالتی در تغییر آب و هوا ما نداریم از طریق لیزرها. خب دوستان، این مقاله بود که من امروز انتخاب کرده بودم واسه مطالعه. اگر این مقاله رو مفید میدونستید، میتونید این ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بذارید و اگر این ویدیو رو دوست داشتید میتونید اون رو لایک کنید. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید.